سلام، خوش آمدید. این روزها طلای سیاه تولید کنندگانش را دست کم دسته ای از آنها را به خاک سیاه نشانده. در شبانه روز گذشته نفت وست تگزاس اینترمدییت که شاخص نفت آمریکاست برای تحویل در ماه آینده مهمه، اول مجانی شد، بعد معلوم شد تولید کنندگان حاضرند پول بدهند کسی این نفت را ببرد. برای بازار نفت که تولید کنندگان همواره توانستند با کنترل عرضه از جمله در توافقات بین کشوری و در سازمان‌های نظیر اوپک لگام قیمت را به دست بگیرند، این یک اتفاق تاریخی است، به خصوص که حالا تعیین کننده میزان تقاضا است. به دلیل ویروس کرونا تقاضای نفت در همه جا به خصوص در آمریکا کم شده و مخازن هم پر هستند، گرچه که هنوز قیمت نفت در جاهای دیگر حدود 20 دلار مانده و حتی همین نفت وست تگزاس اینترمدییت هم برای تحویل ماه ژوئن همین حدود قیمت را دارد، اما بسیاری نگران روند نزولی قیمت نفت هستند. چرا قیمت پایین نفت نه تنها برای تولید کنندگان، برای سایرین هم نگران کننده است؟ تاثیرش بر اقتصاد چیست؟ در برنامه امروز در این باره صحبت می‌کنیم. حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفتی از واشنگتن با ماست، و همینطور بهروز عبدالوند، کارشناس سایت جهانی انرژی از برلین. ولی قبل از شروع میزگرد با همکارم علی خردپیر در لندن صحبت میکنیم که در این باره مطلبی هم برای وبسایت نوشته، نفت رایگان روزی که بازار نیویورک صحنه نمایش وحشت شد. علی، چرا صحنه نمایش وحشت؟ چقدر نگران هستن و چرا؟ اتفاق تاریخی بود، همونطور که اشاره کردی فرناز، در بازار نیویورک نایمکس که روز گذشته رخ دادش بر مبنای این که تا به حال این اتفاق تجربه نشده بود که برای معاملات آتی، یعنی تحویل نفت در ماه آینده، در واقع معاملگران شتاب کنند برای اینکه سهم خودشون رو به نوعی پس بدند یا واگذار کنند و در واقع نفت خودشون رو به عنوان کالای رایگان به همراه پیشنهاد مبلغی برای تحویل به صورت فیزیکی در واقع ارائه کنند. روز گذشته 20 آوریل بی تردید در تاریخ نفت ثبت خواهد شد به عنوان سرفصلی و در واقع حلقه‌ای از اتفاقاتی که از تقریبا میتونیم بگیم پایان ماه فوریه تا کنون در بازار نفت شاهدش هستیم. و ماجرا از این قرار هستش که معاملگرانی در بازار نفت، در بازار جهانی نفت حضور دارند که اینها اساسا معامله‌ای که میکنن، خریدی که میکنن، بر مبنای ضرورت یا نیاز تحویل نفت نیست، بلکه اونها به دنبال سود هستن و با بالا و پایین رفتن قیمت در واقع سهم خودشون رو خرید و فروش میکنن. در روز گذشته در واقع روزی بودش که آخرین مهلت، نزدیک میشد به آخرین مهلت معاملات ماه می، یا به عبارتی تحویل نفت سبک و شیرین آمریکا در ماه می. بنابراین اونها با توجه به اینکه تقاضا در بازار کم هست، شتاب کردند برای اینکه سهم خودشون رو بفروشن یا به نوعی از شر آنچه که خریده بودن خلاص بشن. صحیح. و تاثیرش روی سایر نفت‌های شناخته شده، مثلا برنت یا مثلا نفتی که از خاورمیانه میاد، چی هست؟ بی تردید بازارها از همدیگه تأثیر میپذیرند، با توجه به اینکه میدونیم در یک شرایطی هستیم که شرایط خاصی هست. از یک طرف بحث جنگ نفتی بین ریاض و مسکو رو داشتیم، از طرف دیگه بحث شیوع ویروس کرونا هست و کاهش تقاضایی که ازش حرف میزنیم چیزی در حدود 35% هستش. اما این رو باید در نظر بگیریم که اتفاق روز گذشته بر پایه پر شدن ذخایر نفتی در واقع کاشینگ ایالت اوکلاهوما بود، جایی که
یک نقطه کلیدی هست برای ذخیره نفت آمریکا و همینطور تحویل نفت شیرین تگزاس. بنابراین جایی وجود نداشت که حتی اگر معاملگران میخواستند این نفت رو به صورت فیزیکی تحویل بگیرن، ذخیرش کنن، یا به عبارتی تحویل گرفتن اون نفت هزینش بسیار بیشتر از این بودش که حتی بخوام با 30 تا 40 دلار پول اون کالا رو به صورت کالای ارزان عرضه کنم. علی، یه مسئله که خیلی ها میپرسن، ممکن سوال به نظر تو خیلی منطقی نباشه، ولی خیلی ها الان سوال دارن که آخه چرا پس تولید میکنن؟ نمیشه تولید رو متوقف کرد به جای اینکه ارزان و اینطوری مجانی حتی پول اضافه بدن که ببرن؟ واقعیتش این هستش که نمیتونند تولید رو متوقف کنن. توقف تولید در صنعت نفت و در اساساً اقتصاد به معنای ورشکستگی هست. دقت کنید که همین الانی که با هم صحبت میکنیم، یک طرحی وجود داره در دست دولت آقای ترامپ مبنی بر این که پول بده به تولید کنندگان، به حفاران نفت پول بده تا در واقع نفت رو تولید نکنند، متوقف کنند و به بازار عرضه نکنند، به اونها پول بده تا ورشکسته نشند و این کار رو بکنند. تا اینجای کار هم اگرچه عملی نشده، ولی منتقدانی وجود داره مبنی بر این که اگر چرخه تولید و در واقع استخراج نفت متوقف بشه، چاهای نفت لطمه خواهند دید، اون سیستمی که داره کار میکنه توقفش اساساً زیانبار هست. بنابراین اینجا هستش که وقتی که آقای ترامپ گفته بود که برای مثال 250,000 بشکه ما کاهش خواهیم داد و استقبال کرده بود از توافق تاریخی اوپک پلاس، این سوال مطرح بودش که آقای ترامپ چگونه از سوی بخش خصوصی این وعده رو میده. برای مثال ریاض میتونه این حرف رو بزنه برای اینکه آرامکو سعودی در دست خودش هست. مسکو میتونه بگه ما کم میکنیم تولید رو یا افزایش میدیم تولید رو به دلیل اینکه روسنفت متعلق به دولت هست، اما در آمریکا شرایط فرق داره. بله، متشکرم علی خردپیر. مطلب علی رو هم در وبسایت بخونید، اطلاعاتتون رو در این زمینه حتما تکمیل میکنه. ممنونم از تو. مهمانان ما آقای ابن یوسف و آقای عبدالوند کماکان با ما هستن. آقای ابن یوسف، آقای ترامپ واکنشش به این قضیه این بود که اینها سوداگرانی بودند که باعث شدن قیمت به این شکل پایین بیاد. نظر شما چیه؟ آیا واقعا سوداگری مطرح هست یا بحث عمیق تر از این حرف هست؟ با درود به شما و بینندگان ارجمند، از اینکه مسلما سوداگری در این برنامه نقشی داشته هیچ سخنی نیست، اما واقعیت قضیه اینه که درصد کمی از کل تولیدات آمریکا و به ویژه این نفت ویژه‌ای که دیروز قیمتش کاهش پیدا کرد شامل اون رده میشه. یعنی درصد کمی از این قراردادهایی که بسته میشه و نفتی که خرید و فروش میشه به این صورت هست و اون دشواری رو دیروز پیدا کرد به خاطر این تحویل فیزیکی نفت. چون کسانی که پالایشگاه دارن و واقعا نیاز به خرید اون نفت دارن قبلا این کارها رو کردن و آمادگی پذیرش و دریافت فیزیکی نفت رو داشتن و دارن. بنابراین اون بخشش درسته و مسئله سوداگری درسته، اما شامل کل نفتی که تولید میشه و مصرف میشه و خریداری میشه به طور کلی نیست. این فاصله از تولید تا مصرف به نظر میاد که چند هفته بیشتر انگار نبوده از زمانی که کرونا و تاثیر کرونا رو بخوایم در نظر بگیریم، اگه بخوایم بگیم فقط کرونا تاثیر داره. اینطور نیست آقای نیوسف؟ ببینید، به طور کلی میزان تولید در سالهای گذشته خب خیلی افزایش پیدا کرده. الان همه گناه رو کوشش میکنن به گردن عربستان سعودی بندازن، هرچند که عربستان سعودی در ماهای گذشته تولید خودش رو افزایش داده، اما در مجموع حتی توان تولیدی عربستان سعودی در 40 سال گذشته بیش از 20% افزایش پیدا نکرده. در صورتی که روسیه
بعد از فروپاشی، یعنی از 1990 تا الان در 30 سال گذشته، تولید خودش رو دو برابر کرده و آمریکا خیلی سریعتر این کار رو در عرض دهه گذشته انجام داده. بنابراین اگر کسی رو بخوایم مقصر بدونیم، مقصر اول به راستی عربستان سعودی نیست. بله. اما در شرایط کنونی مسئله اینه که همینجوری که گفته شد، به خاطر وضع بازار و این تأثیری که این ویروس گذاشته و تقاضا رو به طور کلی یه چیزی حدود 35%، یعنی حدود 35 میلیون بشکه در روز کاهش داده. بله. بنابراین زمینه باعث شده که تقاضا برای نفت کم بشه و فشار روی قیمت نفت بگیره. متوجه. آیا عبدالوند، آیا این اتفاقی است که ویژه در آمریکا افتاده یا باید منتظر باشیم که دومینووار به هر حال مخازن نفت در اروپا، در چین، در خریداران دیگه هم تکمیل بشه و قیمت نفت های دیگر رو هم به همین شکل پایین بیاره؟ این درصورت که این بحران ادامه پیدا کنه، مطمئناً ما با یه در واقع بازار مازاد سر و کار داریم. الان از حدود 700 کشتی سوپر تانکر که برای ترانسپورت نفت استفاده میشه، 250 تاش به عنوان انبار نفت استفاده میشه. ما با یه مازاد تولید وسیع در حال حاضر سر و کار داریم و فکر میکنم تأثیراتش روی بازارهای دیگه هم قابل رویت خواهد بود به زودی، که الان هم اگه دقت کنیم خیلی از تولیدکننده ها برای اینکه بتونن بازار نفتیشون از دست ندن، قیمت نفت رو زیر قیمت واقعی میفروشن، 7 تا 10 دلار ارزانتر میفروشن و این نشون دهنده اینه که بازار نفت دیگه بازار تولید کنندگان نیست. یه موقع اوپک رو متهم میکردن که قیمت نفت رو داره میبره بالا، الان همه اوپک رو متهم میکنن که قیمت نفت رو داره میاره پایین. علت این مسئله اینه که بازار نفت کلن ظرف 40 سال گذشته از بازار تولید کنندگان به بازار مصرف کنندگان تغییر کرده. در این حال بازار نفت پیچیده تر از اونه که ما بخوایم فکر کنیم که یه سری فاکتورها میتونه در واقع استرکچر اون رو تغییر بده. مثلا آقای ترامپ مطرح کردن که ممکنه از عربستان سعودی نفت نخرن. این از دید حرف امکان پذیر، از دید فنی با توجه به اینکه قسمت عمده نفتی که امریکا تولید میکنه، نفت سبک و صادر میشه، نیاز به واردات نفت داره، چون سیستم پالایشگاه نفتی، پالایشگاه و تصفیه‌خانه های دنیا به خصوص ایالات متحده با نفت عربستان سعودی، نفت سنگین عربستان سعودی تطبیق داده شده. خیلی از تحولات رو نمیشه در واقع به سادگی با تصمیم سیاسی انجام داد، ولی من گمان میکنم، من انتظار دارم که قیمت نفت زیر 10 دلار 20 دلار کنونی هم بیاد. خب البته این چیزی که الان در امریکا اتفاق افتاد فقط 400 هزار برل بود و در واقع نقش تعیین کننده ای نداشت، ولی از دید روانی تاثیر خیلی زیادی داشت. واقعیت اینه که ما با یه بازار مازاد تولید مواجهیم و تولید باید تا چیز در حدود 35 میلیون برل افت کنه تا ما بتونیم تا حدودی گرانترین تولید کنندگان رو نجات بدیم. ما گرانترین تولید کنندگان در حاضر تولید کننده های امریکایی هستند و اگه قیمت به این شیوه افزایش پیدا کنه، حتی پولی که آقای ترامپ میخواد در اختیارشون قرار بده نمیتونه اونها رو نجات بده. چرا باید اونها رو نجات بدیم؟ به نظر میاد که خیلی ها میگن که وضعیت اونها وضعیتی هست که اگر که اونها در واقع به مشکل جدی بر بخورن، مشکل اقتصادی برای بقیه ماها، برای همه جهانیان به وجود میاد. ممکنه این مقدار ساده ترین توضیح بدید برای چین چون هست؟ ببینید، تا 4-5 سال پیش میشد در مورد یه اقتصاد گلوبال صحبت کرد، ولی از زمانی که آقای ترامپ قدرت رسیده، سیاست مرکانتلیستی رو در اقتصاد خودش پیش میبره و حفاظت از بازار داخلی رو در تصمیم گرفته. یعنی ما از گلوبالیزیشن به یه مسئله منطقه‌ای شدن اقتصاد برگشتیم. این یه مقداری رقابت‌ها رو تنگ و تنگ کرده و ایالات متحده امریکا برای اینکه بتونه محل‌های کاری رو که در حوزه نفتی به خصوص فرکینگ ایجاد شده حفظ کنه، نیاز به قیمت بالای نفت داره، چون هزینه تولید در این کشور بالاست. بله. یا آقای ترامپ هم به این علت میخواد نجات بده که به انتخابات بعدی نگاه میکنه. در اصل از دید اقتصاد هیچ اشکالی نداره که این شرکت ها ورشکست کنن، این تصفیه طبیعی است که در اقتصاد جهانی پیش خواهد آمد. منتها با سیاست مرکانتلیستی که آقای ترامپ پیش برده، جهان رو با یه ابعاد جدیدی از اقتصاد منطقه‌ای مواجه کرده و من فکر می‌کنم ریشه‌شو باید در این مسئله دید.
آقای عبدالیوسف، با این صحبت‌ها موافق هستید؟ آقای فکر می‌کنید در واقع این سیاسی کاری آقای ترامپ، اینکه به هر حال برای شعارهای انتخاباتیش روی سوخت‌های فسیلی تاکید کرد، بسیاری از اقشاری که وابسته به این شغل‌ها بودند رو میشه گفت که حامیان اون هستند، آقای فکر می‌کنید بحث بیشتر سیاسی است؟ کاملا درسته، و به ویژه در یک سال انتخاباتی این اهمیتش گسترده‌تر هست، به ویژه اینه که بیشتر این ایالت هایی که تولید نفتی دارن ایالت هایی هستن که ایشون به اون آرا بیشتر احتیاج داره. بنابراین اینها درسته، اما نکته ای که توانایی های دیگری هم آقای ترامپ داره در مورد نفت عربستان فرمودن و محدودیت هایی که آمریکا تهدید کرده میتونه بگذاره، و خب این محدودیت ها رو به راستی این توانایی انجام چنین کاری رو داره. اول به واسطه، یعنی از طریق گذاشتن یه مقدار تعرفه های گمرکی روی نفت که مشکل آفرین میشه و یه مقداری گرفتاری ایجاد میکنه. نکته ای رو که چون فرمودن در مورد کیفیت نفت و اون چیزی که آمریکا احتیاج داره کاملا نکته درستی است، اما هنوز هم آمریکا به راستی راهکاری برای روبرو شدن با این مسئله داره، و برای نمونه یه مقدار زیادی نفت سنگین در منابع، در انبارهای استراتژیک آمریکا هست که میتونه از اونها استفاده بکنه به جای بهره‌گیری از نفت دیگران. اما واقعیت قضیه اینه که همجوری که ایشون هم فرمودن، تأثیر این افزایش تولید و تولید مازاد بر مصرف به گونه ایست که روی قیمت‌های دیگه هم اثر گذاشته، و همین یک ساعت پیش که من نگاه می‌کردم می‌دیدم که قیمت نفت برنت برای ماه آینده یه چیزی حدود زیر 20 دلار رفته و با اختلاف یه چیزی حدود 5 دلار با قیمت نفت متوسط آمریکا. لاجرم به بحث ایران میرسیم. به هر حال ایران کشوری هست که نفت براش مهم هست، ظرف سالهای اخیر به خاطر تحریم ها مشکل داشته برای فروش نفت. آیا در این فضایی که الان میبینیم این به نفع ایران هست، چون تا به حال هم به هر حال مشکل داشته و میشه گفت که تغییر چندانی در وضعیتش نمیذاره، یا نه وضعیت ایران رو به مراتب بدتر میکنه؟ آقای ابن یوسف، ببینید مسئله اینه که از اینکه متاسفانه ایران در شرایط بسیار دشواری قرار داره هیچ سخنی نیست، و این کاهش میزان قیمت هم محدودیت‌های بیشتری رو برای ایران در حال حاضر ایجاد می‌کنه، که مخصوصاً الان که نیاز به هزینه کردن بیش از حد معمول هم داره. اما نکته دیگه اینه که الان تأثیرش بر رقبای ایران به مراتب سنگین‌تر و سخت‌تره. برای نمونه کشورهایی که تولیدشون رو شدیداً افزایش دادن مثل عراق، یک وابستگی 95% به نفت دارن. ایران حتی قبل از این مسئله ویروس وابستگیش به مراتب کمتر شده بود، نخست به خاطر خواست خودش و بعداً به خاطر تشدید این تحریم‌ها. اما تجربه ای که ایران با انقلاب، با جنگ و 40 سال تحریم داشته، یه مقدار آمادگی بیشتر از دیگران بهش داده. بله. نکته دیگه اینه که بسیاری از کشورهای تولید کننده وابسته به همکاری و کمک دیگران، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های خدماتی هستند که در این شرایط حتی اگه بخوان هم نمیتونن به راحتی به اون کشورها برن یا بتونن برن و برگردن، در صورتی که ایران دست کم در این مورد این مشکل رو نداره. من از بینندگان برنامه، چون برنامه زنده هست، خواسته بودم در توییتر که سوالاتشون رو مطرح بکنند. آقای عبدالوند، فردی به اسم آرش سوال کرده اوپک چه واکنشی نشون خواهد داد؟ اوپک یا روسیه یا کلن تولید کنندگان دیگه چه میتونن بکنن؟ همین چند هفته پیش میدونیم که به هر حال یک توافقی شد برای اینکه در ماه مه 10 میلیون بشکه کم بشه از تولید. فکر می‌کنید تاثیر داره آقای عبدالوند؟
ببینید اوپک اون تأثیری که در دهه 70 داشت به هیچ عنوان امروز نداره. بازار امروز دیگه بازاری نیست که اوپک بتونه درش تعیین کننده باشه. ما چیز داره 100 میلیون برل نفت مصرف میکنیم، 30 میلیون برلش اوپک تولید میکنه، یعنی 60 میلیون برل در تولید مصرفی که جهان میکنه یا 70 میلیون برل از اون چیزی که جهان مصرف میکنه توسط تولید کنندگان دیگر تولید میشه. برای همین فقط اوپک به تنهایی نه امکان اینو داره نه موفقیتی خواهد داشت اگه بخواد تولید رو 35 میلیون برل افت بده. من فکر میکنم که نهایتاً باید خود ایالات متحده، کانادا و حتی برزیل و روسیه ظرفیت‌های تولیدی رو تا حدود زیادی پایین بیارن که بشه تا حدودی قیمت رو تثبیت کرد، ولی برای تثبیت قیمت‌ها من فکر میکنم حداقل یک سالی طول خواهد کشید، چون این شیوهی که در حال حاضر اقتصاد جهانی دچار رکود شده به سادگی بر نمیگرده به حالت نرمال. این که میفرمایید یک سال، آقای عبدالله ببخشید صحبتتون قطع کردم، آقای عبدالله یک سال برای اقتصاد جهان همین حالا هم به نظر میاد که وضعیت بسیار وخیم هست. در بسیاری از کشورها شمار بیکاران رکورد زده. آیا یک سال وضعیتی نیست قابل برگشت هست بعد از یک سال، یا اینکه ما به سالهای متمادی رکود و بحران رو باید انتظار داشته باشیم؟ ببینیم خیلی از تولیدکننده‌های نفت در اثر این قیمت این وضعیت ورشکست میکنن. خیلی از در واقع برج‌های تولید نفت در امریکا در حال حاضر تعطیل شده، ولی در صورتی که این برج‌ها برج‌های بیشتری تعطیل بشه و تولیدکننده‌های بیشتری از بازار حذف بشن بازگشت این حجم از تولید به بازار زمان بسیار بیشتری طول را خواهد به نیاز داره. و من فکر می‌کنم که با ارزیابی من بازگشت به تا حدودی نرمالیتت 7-8 ماه طول خواهد کشید و برای بازگشت به یه نرمالیتت قابل تحمل از دید من یک سال رو بعد در نظر گرفت. آیه ابن یوسف نظر شما چیه راجع به همین سوال و همینطور اگر که فکر کنیم تأثیرش بر اقتصادی که به هر حال اقتصاد نحیفی است، اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ من فکر میکنم این دوست عزیز ما خیلی خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنن، با عنایت به این که هنوز نه دارویی برای این ویروس پیدا شده و نه واکسنی، احتمال تجدید این موجهای کشندهی که داشته در سراسر جهان خب طبعا هنوز وجود داره. بنابراین مشکل ما فقط این مشکل یک موج در حال انجام واقعا نیست، بنابراین احتمال اینه که این ادامه پیدا بکنه و تقاضا کاملا پایین باشه خب هست. اما نکته درستی رو ایشون فرمودن که اوپک به هر حال کوشش خودشو کرده، حتی از دیگرون مثل روسیه هم خواسته که همکاری بکنن و اونا هم همین جوری که در چند سال گذشته این کار رو انجام دادن حاضر بودن و هستن که این کار رو ادامه بدن. اما این تنها یک سوم مشکل یا کمتر از یک سوم حتی مشکل رو حل میکنه و بقیه رو باید دیگرون به گرده بکشن. بنابراین هم نیاز هست که دیگران این کار رو انجام بدن و ساختاری که برای این کار در آمریکا در گذشته وجود داشته برای کنترل میزان تولید، یک سازمانی است در تگزاس به نام ریلرود کامیشن که حتی اخیراً اونها هم پیشنهاد کردن که همکاری بکنن در این زمینه و 10% از تولیدات رو بتونن کم بکنن. اما با این 10% هم به گمان من این مشکل حل نخواهد شد. بنابراین باید چشم به راه این باشیم که اولا تعداد شرکت‌های زیادی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط اینها عملاً از رده خارج بشن. و شما موافقید با آقای عبدالوند که این خب یه تعداد شرکت آمریکایی هستن ورشکسته میشن، تأثیرش روی بقیه جهان، روی اقتصاد بقیه چه خواهد بود؟ 100%. ببینید چون تقاضا هنوز اون اندازه نیست، مسلماً تأثیر چندانی از این نظر در اقتصاد جهانی نخواهد داشت و اون مقداری هم که نتونن باعث کاهش قیمت میشن و برای مصرف کننده ها به فرض اینه که اقتصادم برگرده و تقاضا برای نفتم زیاد بشه به نفع اونا هم هست، برای چین مثلا که نفت ارزون تری بخرن. خب اما در مورد ایران که فرمودین اگه کوتاه بگید ممنون میشم، چون
چون در ایران خب مشکلات فراوانی هست، اما در مقایسه با زمان جنگ که هم تولید ایران خیلی کم بود و هم قیمت نفت به مراتب پایین بود، حتی پایین‌تر از امروز، خب یه تجربه‌ای در این زمینه داشته. یا در زمان ملی شدن نفت، ایران 4 سال اصلاً درآمد نفتی نداشت. بنابراین برای ایران درسته که الان دشوار هست، اما هم تجربه قبلی رو داشته و این تجربه سالهای تحریم رو، و هم رقباش یک سختی به مراتب بیشتر از ایران رو در حال حاضر باید تحمل بکنن. آقای عبدالوند، برای جمع‌بندی بحث، آیا به نظر شما این تغییر در واقع بالانس بازار از تولید کننده به مصرف کننده در دراز مدت به نفع عموم مردم هست یا نه؟ فکر میکنید که تأثیرش بر اقتصاد بیشتر در واقع به ضرر همه ما خواهد بود؟ ببینید، ما از یه بسیاری این داره که در وضعیت سیاسی آینده دنیا به چه مسیری میره. اگر در واقع پرزیدنت آینده بازم پرزیدنت ترامپ باشه در ایالات متحده آمریکا، من فکر میکنم باید منتظر یه کوچکتر شدن اقتصاد جهانی شد و فاصله گرفتن از اقتصاد گلوبال و منطقه‌ای شدن اقتصاد، که این روی تولید ناخالص ملی تاثیر خواهد گذاشت و همون تناسب اقتصاد جهانی رو کوچکتر میکنه، مصرف رو میاره پایینتر و تاثیراتش در واقع خیلی عمیق‌تر از اون خواهد بود که ما فکر کنیم. ظاهرا اگر نفت مصرف بیاد پایین، مصرف کننده یا در واقع اند یوزر سود خواهد برد، اما با توجه به اینکه قیمت بالای نفت خیلی از صنایع رو سر پا نگه می‌داره، باید امیدوار بود که در آینده در ایالات متحده رئیس جمهور دموکرات به قدرت برسه که بتونه اقتصاد گلوبال رو مجددا یه حرکت قوی بهش بده و از این وضعیتی که در حال حاضر مرکانتلیسم، نیو مرکانتلیسم اقتصادی در ایالات متحده به جهان تحمیل کرده، در واقع فاصله گرفته باشه و اقتصاد جهانی دوباره مجددا شروع کنه به رشد. اگر این رشد رو ما نتونیم تضمین کنیم، پایین اومدن قیمت نفت به نفع هیچ کس نیست، بالا رفتنش هم به نفع هیچ کس نیست. ولی اگه ما بتونیم رشد رو در واقع تنظیم کنیم، بازار متعادلی رو خواهیم داشت و بازار مصرفی افزایش پیدا میکنه و به همون تناسب قیمت ها متعادل تر خواهد شد. چون ما چیزی به اسم در حال حاضر هنوز به عنوان در واقع کمبود ذخایر ما مواجه نیستیم. تکنولوژی امکان اینو در اختیار ما گذاشته که ذخایرمون رو گسترده تر کنیم، تولید انبوه‌تر و بیشتر کنیم. ولی بستگی به تصمیمات سیاسی داره تا چه حد میتونه اقتصاد جهانی رو به جانب جلو ببره. ولی خیلی کوتاه در مورد ایران هم می‌خواستم بگم، اقتصاد ایران یک اقتصاد ریاضتی است و تا الان تونسته خیلی از بحران اقتصادی رو خوب اداره کنه و فکر می‌کنم با توجه به اینکه به چیز در حدود 35% اقتصاد ایران به صادراتی وابسته است، کم تر صدمه ببینیم. متشکرم از هر دوی آقایان، متاسفم که وقت کم هست. آقای عبدالوند، آقای ابن یوسف، ممنونم از شما و ممنونم از شما که این بحث رو تماشا کردید. امیدوارم پاره ای از سوالاتتون رو پاسخ داده باشه. برنامه بعدی ما پنجشنبه. شب روزتون خوش.